همزمان با تلاش کشورها در رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس در غزه، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که نیروی زمینی را برای پاکسازی حماس به رفح خواهد فرستاد. امروز گزارش تفصیلی گفتگوهای قاهره را دریافت کردم. ما مدام برای رسیدن به هدفها کار می‌کنیم. هدف اولیه و مهمترین آنها آزادی همه گروگان‌ها و پیروزی کامل بر حماس است. لازمه این پیروزی ورود به رفح و نابود کردن گردان‌های تروریست‌ها در آنجاست. این اتفاق خواهد افتاد. تاریخش هم تعیین شده. با توجه به این سخنان نتانیاهو است که حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ پیشرفتی در گفتگوهای قاهره حاصل نشده، در این حال گفته است پیشنهادهای تازه را بررسی خواهد کرد. این پیشنهادها در دیدار ویلیام برنز رئیس CIA با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر ارائه شده. نمایندگان آمریکا، مصر، قطر و اسرائیل در گفتگوهای فشرده قاهره تلاش می‌کنند حماس را به قبول پیشنهادهای تازه و رسیدن به توافق راضی کنند. در حمله هوایی روز سه‌شنبه به مواضع حماس در دیرالبلح و رفح یک فلسطینی کشته شد. اسرائیل میگوید این فرد یکی از فرماندهان حماس بوده، اما مقام‌های پزشکی وابسته به حماس ادعای ارتش را رد کرده و میگویند فرد کشته شده در اردوگاه المغازی در دیرالبلح شهردار اردوگاه بوده و هیچ گونه فعالیت نظامی نداشته است. و ورود کاروان‌های کمکی غذایی به نوار غزه. جوانان برای دریافت کمک‌ها کامیون‌ها را دنبال می‌کنند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.